سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه تو این ویدیو میخوام معروف ترین چتبات های هوش مصنوعی رو با هم یه مقایسه ای بکنیم در مورد چت جی پی تی که خیلی حتما شنیدید بارد هم جزو رقیب های اصلی چت جی پی تیه و کلود دو نسبتا جدیده و قبلا راجبش ویدیو نساختم حالا نمیخواستم یه ویدیو مجزا براش بسازم چون کار کردش دیگه تقریبا مشابه همون دوتای تای دیگه است ولی توی این ویدیو یه مقدار اول اصطلاح دو رو توضیح میدم بعد بریم یه مقایسه کلی بکنیم ببینیم که اینا نسبت به هم چه کدوم بهتره کدوم با استفاده از یه سری معیارها بسنجیم ببینیم چه نسبت به هم دیگه کلود دو مال شرکت انتروپیکه که قبلا کلود یک رو داده بودن بیرون که حالا یه مقدار ضعیفتر بود یا خیلی ضعیفتر بود نسبت به این مدل و واسه همه خیلی سال صحبت در موردش نبود اما از وقتی کلود دو رو دادن یه مقدار بیشتر سر زبون ها افتاده چون این دیگه نسبتا در حد جی 3 و 4 هست قابلیت هاش و تو سایت cloud.ai میشه رفت و ازش استفاده کرد فقط مشکلش اینه که الان در حال حاضر فقط تو کشورهای آمریکا و انگلستان در دسترسه و اگه من هم بخوام لاگین کنم برام در دسترس نیست اما خب ما برای تست با وی پی وصل میشیم که بتونیم تستش کنیم و امتحان کنیم ببینیم چه جوریه برای حالا مقایسه این این چت های هوش مصنوعی همونطور که گفتم حالا من تا از معروف ها که بارد و چت جی پی تی هستن بینگ هم خب بر اساس همین چت جی پی... یا جی مدل جی پی تیه. اونو در نظر نگرفتم و کلود دو رو هم بیایم بررسی کنیم به چجوریه یه چیز جالب در مورد کلود دو یا این شرکت انتروپیک اینه که این توسط دو نفر یه خواهر برادرن داریو آموده و دنیل آموده اینا تاشون هم قبلا توی اوپن ای آی کار میکردن همون شرکتی که خالق جی پی تی یا چت جی پی تیه ولی از وقتی که چت جی پی تی یا شرکت اوپن ای آی وارد یه حالت سوداوری محور شد و از نان خارج شد اینا از اونجا در اومدن و شرکت خودشونو زدن و الان این هم خیلی از طرف گوگل فاند خیلی زیادی گرفته که بتونه توسعه بده و شعارشون اینه که میخوان یک چتبات بات ای آی یا یک مدل ای آی امن درست کنن حالا توی سایتش هم یه سری موارد گفته که توی مثلا امتحان بار اگزم که حالا برای وکالت یه جورایی حالا آخر وکالت این آزمون بار رو میدن اومده گفته که 73 درصد داشته البته ورژن یکش و ورژن دوش جزو 90 درصد برتر بوده تو آزمون جی ای نتیجهش این گفتن چطور بوده و اینجوری یه سری آمار و ارقام ارائه دادن که این آمار و ارقام یه جورایی نشون میده که کلود دو یه جورایی در حد جی 3 و 4 هست دیگه الان یه مورد این کلود دو که خیلی حالا صدا کرده اینه که میزان توکن سایزش توکن لیمیتش اگه آشنایی دارید 100 هزار تاست و در حالی که مال جی پی تی مال چت جی پی تی چهار هشت هزار توکنه یعنی مقدار متنی که میتونه توی یک بار سوال و جواب بررسی کنه به مراتب بیشتر از چت جی پی تی و رقباشه حالا به صورت جزئی تر بررسی می‌کنیم. برای مقایسه توی ویدیوی مت ولف یک ویدیویی بود که این ستا رو مقایسه کرده بود بر اساس یه سری معیارها و من خلاصش رو تو این جدول ترجمه کردم براتون نوشتم و توضیح میدم چون به نظرم جزئی حالا خیلی ضرورتی نداره که جزئی یکی یکی نشون بدم همین که توضیح بدم کافیه ولی یکی دو موردش رو با هم عملی بررسی میکنیم ببینیم چجوریه جوریه رو من خلاصه بهتون یه توضیح میدم مثلا ببینید اومده یه سری معیارها مشخص کرده بر اساس این معیارها اومده اینا رو با هم مقایسه کرده معیارها مثل اینکه قیمتش چطوره محدودیت توکنش چجوریه مرور اینترنت چطوره خلاصه کردن متن رو چطور انجام میدن آنالیز دیتا تشخیص تصویر خلاقیت و دقت و اومده چت جی پی تی سونیم چت جی پی تی چهار، کلود دو و بارت رو با هم بر اساس این معیارها مقایسه کرده و به نظر مقایسه خوبی بود و برای همین من حالا لینک ویدیوشم میذارم ولی خلاصه‌ش من بر اساس همین جدول بهتون توضیح میدم به جز یه مورد که کد نویسی رو خیلی خوب کار نکرده بود چون خودش کود نویس نیست کد نویسی رو خوب بررسی نکرده بود بین سه تا چهار تا مدل برای همین اونا ما خودمون انجام میدیم تو این ویدیو و یکی هم تشخیص تصویر رو هم انجام میدیم چون جالبه در مورد این معیارها یه مورد که همون که گفتم حالا قبل اینکه وارد این جدول بشیم کلود دو فعلا از نظر دسترسی محدوده به دو تا کشور آمریکا و انگلیس ولی بقیهشون حالا توی تمام دنیا تر تقریبا اکثر کشورهای دنیا قابل دسترس هستند در مورد قیمت همشون رایگانند به غیر از چت جی پی تی چهار که اگه میخواید دسترسی بهش داشته باشید باید توی سایت چت جی پی تی سابسکریپشن پلاس داشته باشید که حدود 20 دلار ماهانه هزینه شد. در مورد محدودیت توکن همونطور که گفتم برای کسی که آشنایی ندارن توکن توی پردازش متن یا گفتار مدل های مختلف محدودیت های توکن مختلف دارن. یه جورایی میتونید تصور کنید که تعداد محدودی کلمه رو در یک بار سوال و جواب میتونن آنالیز کنن حالا هرچی اون بیشتر باشه یعنی شما متن طولانی تری میتونید بهش بدید یا متن طولانی تری میتونید ازش در پاسخ انتظار داشته باشید مثلا این چهار هزار توکن چت جی پی تی چهار 4000 توکن محدودیت داره که این چهار هزار توکن میشه یه چیزی حدود 3000 کلمه که این بین سوال و جواب هر هر با هم تقسیم میشه البته بعضی منابع میگن چت جی پی تی سه و نیم هزار توکن داره حالا من نمیدونم که این آیا برای یوزر های پلاس این محدودیت توکنه یا نه ولی چت جی پی تی چهار میدونیم که 8 توکن محدودیت داره که اینم حدود 6 هزار کلمه حساب میشه تقریبا که بین سوال و جواب تقسیم میشه حالا اینجا کلود دو یه دفعه میاد 100 هزار توکن داره یعنی به مقدار خیلی زیادی بیشتر از مدل های دیگه است و میشه یه چیزی حدود 75 هزار کلمه و این تقریبا میشه یه کتاب کامل و شما میتونید بهش بدید و بگید مثلا اینو بر من خلاصه کن و این خب خیلی مزیت خیلی شدیدی داره نسبت به مدل های دیگه مال بارد معلوم نیست اعلام نکردن مشخصا چقدر توکن لیمیت داره یا محدودیت توکن داره ولی اینم یه مقداری حدودا مشابه چت جی پی تی از روی تجربه و چیزایی که بهش بیدید و مثلا میگه که من بیشتر از این میتونم تو همین حدود هاست. خب مورد بعدی در مورد مرور اینترنته برای مرور اینترنت اینکه آیا اون چتبات قابلیت اینو داره که دسترسی به اینترنت داره یا نه یا اینکه بر اساس فقط همون داده هایی که قبلا بر اساس اونها آموزش دیده و ترین شده بهشون بهتون جواب میده خب چت جی پی سونیم که میدونیم نداره چت جی پی هم این قابلیت رو برش گذاشته بودن ولی یک کم بعد برداشتن این قابلیت رو علتش هم این بود که میومد مثلا یه سری سایت ها هستن یه سری مقالات دارن که شما برای دسترسی به اونو باید پول بدین و اون باعث شده بود که اشخاص می اومدن لینک و مقاله رو میدادن و این چت جی پی تی خلاصش رو بهشون میداد این بدونی که لازم باشه پولی پرداخت کنن و یه سری چیزا اینجوری اتفاق میافتاد کلا اومد اون قابلیت رو برداشت اما یه سری پلاگین ها توی چت جی پی 4 یا جی پی پلاس میتونید داشته باشید که با استفاده از اونها به صفحات وب دسترسی داشته باشید درنت میشه در نظر می گرفت که این قابلیت رو داره کلود دو ولی این قابلیت رو نداره یعنی شما بهش یه لینک بدید بگید که متن این مقاله رو مثلا تو این لینک بر من کپی کن یا این سایت در مورد چیه نمیتونه بکنه چون دسترسی به اینترنت نداره اما بارد داره در مورد خلاصه کردن متن حالا همین ویدیو مت ولف اومد یک متن خیلی طولانی از یه مقاله مثلا خیلی طولانی رو بهش داد و بارد نتونست خلاصش کنه گفتش که من نمیتونم خلاصه کنم ولی کلود gpt و جی 4 تونستن بکنم و جی پی تی اونیم اصلا بهترین کارو انجام داد چون که هم تونست متن بیشتری رو ورودی بگیره جالبه همین که حالا محتوای بهتری خروجی داد در مورد آنالیز دیتا تقریبا همشون قابلیتش رو دارن یعنی واقعا همشون داشتن توی ویدیوی جی پی تی یه ویدیوی کد اینترپرتر که گذاشتم تو اون نشون دادم که چطور با استفاده از چت جی پی تی کد اینترپرتر میشه آنالیز دیتا انجام داد در مورد تشخیص تصویر اینم چون جالبه امتحانش میکنیم اما کلود این قابلیت رو نداره چت جی پی تی سه هم این قابلیت رو نداره با جی پی تی چار و باردین اینو امتحان میکنیم ببینیم چه جوریه و از نظر این دوتا معیار خب خیلی مهمن چون که ما وقتی که از این چطبات های ای آی یه چیزی میپرسیم اولا برای اون مهمه که این جوابی که میده چقدر قابل اعتماد و استناده دو منم این که خب یه خروجی خلاقانه ازش میخوایم این دوتا مورد خیلی مهمه که بررسی بشه برای خلاقیت متولف اومد بهش گفتش که یه شعر بساز که مثلا مصنوعی و درست کردن پیتزا رو با هم تلفیق کنه خب یه خلاقیتی میخواد نوشتن این شعر و بهترین جواب مال جی پی تی چهار بود چون بیشترین خلاقیت رو داشت شعرش عمق زیادی داشت و کاملا اون مفهوم هوش مصنوعی و مفهوم درست کردن پیتزا رو تونسته بود با هم ترکیب کنه اما بدترینش هم بارد بود جی پی تی سه دوم بود و کلود دو هم سوم بود از نظر دقت اومد یه سوال ریاضی ازشون پرسید که مثلا فلانی صد تا هندونه داره اگه ده تا شو بده به این و از مثلا پنج تا شو بده به اون بعد این جور سوال هایی که آخرش مثلا چند تا هندونه میمونه فقط سوالش یه ذره پیچ داده بود خیلی ساده نبود روی سوال اینو داد به همشون و تقریبا همشون جالبه که اشتباه جواب دادن چت جی پی تی با استفاده از کد اینترپرتر فقط درست جواب داد یه تست دیگه هم که کرد این بود که یه متنی فرستاد براش گفت بگو که این چند کلمه است و تو این حالت بار درست جواب داد و باز چت جی پی تی 4 با استفاده از کد اینترپرتر فقط تونست درست جواب بده همشون اشتباه جواب دادن یعنی حتی توی همچین عمل ساده ای که شما یک متنی رو براش میفرستید میگید که این چند کلمه است هم جی پی 3 هم جی 4 هم کلود تو اشتباه جواب دادن و این نشون میده که وقتی شما حالا یک سوالی از این ای آی چت بات ها میپرسید واقعا جوابشون 100 درصد قابل اطمینان نیست حتما باید خودتون چک کنید مطمئن بشید که جواب و بعد به اونا استناد کنیم اینا نکات جالبی بود که از اون ویدیو به نظر من داشتیم حالا من اینا رو سریع توضیح دادم که یکی یکی بخگیر امتحانشون اما دوست دارم که کود نویسی و حالا تشخیص تصویر رو هم بررسی کنیم برای آنالیز دیتا توی ویدیوی کد اینترپریتر چت جی پی تی برای چت جی پی امتحان کردیم که یه فایل سی اس بهش دادیم و گفتیم که اطلاعات داخل این فایل سی رو آنالیز کن و خب خیلی خوب آنالیز کرد حتی نمودار رو اینا کشید و داد برای چت جی پی قابلیت آپلود فایل وجود نداره شما باید همون تکست فایل سی رو کپی کنید بذارید توی چت جی پی و سوالتون ازش بپرسید برای بارد هم همینجور ولی تو کلاود دو میتونید فایل آپلود کنید حالا بریم برای کد نویسی یه امتحانی بکنیم خب من برای کد نویسی توی جی پی تی بهش میگم که یک کد پایتون که به صورت حالا یه کویز از من سوالای رندوم بپرسه و به من امتیاز بده یعنی کد پایتونی بنویس که همچین بازی تولید کنه بذار ببینیم جی پی تی 3 چیکار میکنه خیلی سریع اومد یه کد پایتون نوشت که یه لیستی از سوال ها داره میتونید حالا سوال ها رو عوض کنید جواب ها هم داره یه دیکشنریه یه فانکشن پرسیدن سوال و یه پارامتر امتیاز داره و بعد حالا یکی یکی برای کوشن ها سوال ها و جواب ها میپرسه اگه جواب درست بود اگه درست بود اگه نه میتونیم حتی تستش هم بکنیم من این توی فایل نوت ذخیره کردم با پسفند پی وای حالا بیام اینو تست کنیم خب ببین این کامل کار کرد اومد سوال یک رو پرسید میگه پایتخت فرانسه کجاست اگه من بگم پاریس میگه درسته حالا در سوال بعدی رو اشتباه جواب بدیم میگه دو به, دل... به علاوه دو چی میشه بگم پنج میگه غلط بود خب این درست کار میکنه و امتیاز داد که دو از سه امتیاز گرفتی خب پس کدش کار کرد حالا قطعا سوال های سختتر هم ترم میتونید ازش بپرسید ولی حالا ما محض تست کردن همین سوال رو بیایم از GPT 4 بپرسیم ببینید این مقدار کدش قوی تر نوشته شده ولی باز همون کار کرد رو داره و این هم کودش کدش به درست به نظر میاد حالا بیایم به بارد همینو بدیم حالا وقتی بهش میگی که سایت طراحی کن به این چهار تا چت خیلی سایت ساده ای طراحی میکنم ولی خب مهم اینه که پرامپتتون هم باید خیلی پیچیده باشه و این پرامپتتون هم باید خیلی با جزئیات و با دیتیل بیشتری باشه که نتیجه بهتری بگیرید ولی همهشون تقریبا توی حدی تولید کرده بودن اینم جواب بارده که کدی که داده میبینید هر کدوم یه جور مختلف کدو نوشته این اومده سوالا رو داخل مین گذاشته و فانکشن ها رو اینجا تعریف کرده در که چت جی پی رو داخل یه فانکشن دیگه تعریف کرده بود چت جی پی یه جور دیگه تعریف کرده بود ولی همشون کار میکنن مدل های مختلف نوشته و این آخرش اومده کدام توضیح داده چت جی پی تی چهار نه توضیح نده ولی خب میتونید بهش بگید که توضیح بده و بارد همونطور که حالا میدونید یک قابلیت های اینو داره که شما گوگلش کنید شعرش کنید و بهش بگید که جواب رو راحت تر کن طولانی تر کن یه سری استایل های مختلف میتونید به جوابش بدید می تست کنیم ببینیم که چطوره مال بارد رو بخوایم ران کنیم گفته که سوال و پرسیده سه تا گزینه هم داده خودش که گفته پایتخت فرانسه چیه سه گزینه ای هم داده بعد جالبه که جواب درست اصلا تو گزینه ها نیست پاریس میگه جمعیت جهان چقدره؟ 7 میلیارد فرمول شیمیایی آب چیه؟ بازم تو جوابا نیست هاش تو او ج... ولی با اینکه تو گذینه ها نبود امتیازم شد دو از یعنی کدش درست نیست خیلی سوال جواب یعنی کدش درسته ولی سوال جواب درست نیست ولی حالا چت جی پی تی چهار گزینه نمیداد فقط گزینه درست رو میده که بتونه جواب شما رو با اون چک کنه حالا بریم کلاود دو رو تست کنیم بعد من به وی آمریکا الان با آی پی آمریکا وصل شد این مراحل ثبت نامشه خب این محیطشه محیط کلود ای آی و این هم یه سری مثالاست که میتونید ازش استفاده کنید یا میتونید یه متنی بهش بدید یه سوالی بهش بدید یه مورد جالبی که میخوام بهتون نشون بدم مثلا این متنی که حالا تو سایت خود کلود هست یه متن طولانیه بذارید کپی کنیم بعد من میخوام به کلود دو بگم که اینو خلاصه کنه بعد متنو که اینجا پیست میکنم این خود متن توی فایل تکست ذخیره میکنه دیگه اینجوری یه متن طولانی داخل این فیلد نمیاره همون متن رو میاره تو فایل تکست بعد شما میتونید سوالتون رو راجع به این متن بپرسید من بهش بگم که این متن رو بر من خلاصه کن سرعت جواب دادنش هم تقریبا مثل چت جی پی تی 4 چت جی سریعتره ولی مثل چت جی پی تیه چهاره خلاصه کرد و اون متن طولانی که اینجا بود رو آورد توی چند تا بولت پوینت خلاصه کرد و شما میتونید حالا سوال بپرسید در این زمین زمینه این متن بازم سوال بپرسید و کالمه رو ادامه بدید الان ما میخواستیم کودشو و کودینگ رو بررسی کنیم همین سوال برنامه پایتون رو به اینم بدیم ببینیم چی مینویسه بریم کود پایتونش رو بنویسه این هم همون کارو کرد یه سری سوال ها و یه سری جواب ها مشخص کرده و میاد توی لوپ اینا رو میپرسه و به آخرش امتیاز میده اینم درست بعد اینکه سوال اول همشون اینه که پای تخت فرانسه کجاست نشون میده همه اینا میرن از یه سورس خاصی این کدو بر میدارن اینجوری نیست که از خودشون بسازن ولی در هر حال کدینگ هم میتونه انجام بده حالا یه سری کارهای دیگه هم کلود میتونه انجام بده شما بهش کد بدید بگید این کد رو من ریویو کن یا این کد رو به من توضیح بده و این کارها رو هم میتونه بکنه پس این قابلیت کد نویسی رو همشون دارن تا حدودی ولی بر اساس تجربه من و حالا چیزهایی که میبینم کد نویسی های خیلی پیش پیچی نمیتونن انجام بدن یعنی قطعا کسی که داره ازش استفاده میکنه باید خودش دانش کدنویسی نویسی داشته باشه که وقتی یک کد حالا یه مقدار پیچیده تر رو به یکی از این چت میده بنویسه قطعا یه اروری داره یه جاهایش مشکل داره خود اون شخص باید دانش کدنویسی داشته باشه که بتونه اون ها کنه ولی خوبی اینه که وقتی یکی کد نویسی داره انجام میده مثلا من یه قسمت کودمو میدم این بنویسه اون قسمتی که میدونم ساده است و برای من وقت گیره ولی میدونم از نظر حالا فکری ساده است میدم حالا چت جی پی دی بنویسه یا بورد بنویسه و بعد خودم یه مقدار اصلاحش میکنم و وارد کودم میکنم اینتگریتش میکنم و این تو وقت من صرف جویی میکنه اما کدهای پیچیده تر و به خصوص هایی که چند تا فایل مختلفه که باید با همدیگه ارتباط داشته باشن اینا رو هنوز نمیتونه انجام بدن این چت بات ها یعنی کار یک مهندس نرم افزار یا یک وب دیولپر حالا حرفه ای اینه نمیتونن انجام بدن یک وب دیولپر میتونه بگه که حالا ساختار اصلی فلان چیزو برام بنویس که تو وقتم صرف جویش خودم بیام اونو درستش کنم اما کامل نمیتونه جایگزین بشه فعلا بیایم حالا اون مورد چیزم تست کنیم مورد تشخیص تصویر حالا فعلا لود دو قابلیت تشخیص تصویر نداره فعلا میتونه حالا مت خلاصه کن یه رو کدا کار کنه و یه سری آنالیز دیتا انجام بده یعنی شما یه فایل CSV بهش بدید اینو آنالیز کنه ولی قابل تشخیص تصویر نداره مثلا من این عکس رو بهش بدم ببینم میتونه تشخیص بده این چیه یا نه نه اصلا تو فرمت هایی که قبول میکنه تصویر نیست اینا فرمت هایی که قبول میکنه پی دی اف داکیومنت یعنی ورد پاورپوینت قبول میکنه تکست قبول میکنه فایل پایتون فایل جوپیتر اچ تی اس 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 جاوا پی اچ پی سویف اینا فرمت هایی که قبول میکنه ولی تصویر قبول نمیکنه خب پس بریم سراغ بارد و چت جی پی و اینا برای تشخیص تصویر توی بارد بهش این تصویر رو ورودی بدیم بگم که این عکسو به من توضیح بده اینکه گفت انجام نمیدم عکس اشخاص رو نمیتونم توضیح بدم بذاریم ببینیم عکس یه چیز دیگر بهش بدیم عکس منظره باشه ببینیم اینو میتونه خب اون عکس شخص دوش راشت و اون گفتش که من نمیتونم عکسی که شخص دوش داره رو توضیح بدم ولی این عکس رو اومده توضیح داده میگه که این یک راه سنگیه که به یک کوه پر از برف ختم میشه و کامل توضیح داده که توی راه پر گله و چمنه و اینا و گفته احتمالا این کوه توی هیمالیاست و احتمالا اینجا آخرای زمستونه و یه سری سناریو ها برای عکس نوشته خب این خوبه میخوام یه قدم هم جلوتر بریم یه عکس پاتولوژی بهش بدیم ببینیم اینو میتونه تشخیص بده چیه اینو نتونست تشخیص بده گفت این یه بکگراند صورتیه و خیلی جالبه که من ازش پرسیدم این عکس چیه گفتش که این عکس یه بکگراند صورتیه و هیچ قلبی تو این عکس وجود نداره این الان مثلا اومده قاطی کرده یه جاهایی میگن ای آی چت باتا میان مثلا توهم میزنن یا قاطی میکنن خب این یه نمونه ازونه. اون یکی که کسی که گفته تو این عکس قلب هست اشتباه گفته هیچ قلبی تو این عکس نیست خب این مثلا با یه چیز دیگه قاطی کرده با مکالمه یه شخص دیگه یه جای دیگه و این خب خیلی جالب بود به مال چت جی پی تی رو امتحان کنیم جی پی تی که قابلیت آپلود فایل نداره جی پی تی چهار هم مستقیما نداره باید از کد اینترپریتر استفاده کنید که بتونید فایل آپلود کنید بیایم یه عکس رو براش آپلود کنیم کد اینترپریتر همونطور که همونطور که تو ویدیوش توضیح دادم میاد یک کد پایتون می نویسه و از طریق اون کد پایتون میاد عکس رو آنالیز میکنه اومد که اینم کامل تشخیص داد گفتش که یک منظره کوه و آسمون هست توش یه جنگلی هست جنگل نیست اینجا و نورپردازیش گفته که نورپردازیش طبیعیه مود عکس رو توضیح داده بیایم تصویر پاتولوژی رو هم بهش بدیم این تصویر پاتولوژی واقعا سخته چون خیلی قسمت زیادیش بکگرانده این تصویره خب این گفته که این عکس کلوزاپه یا اسکناسه خب اینو از پس نمیتونه تشخیص بده که تصویر پاتولوژیه و اومده اینو داره یه چیزای برخوش توضیح میده که رنگ اصلی این اسکناس آبی و سبز و دیزاینش پترنای خاصی داره خب این اصلا کاملا اشتباه اومد توضیح داد پس اینا هنوز توی تشخیص تصویر کم و کاستی زیاد دارن هنوز خیلی ضعیفن تو این بابت و خب قابل درکم هست چون اینا مدل های زبانن LLM هن که مخفف لارج لنگویج مدلن تخصص اصلی اینها توی گفتاره و متن و فعلا توی تصویر خیلی قوی نیستن خب این یه مقایسه کلی بود از این مدل ها و هر کدوم از اینا خب یه فعلا اینجوریه که یک نقاط ضعفی دارن یک نقاط قوتی دارن همشون با هم یک سری محدودیت هایی دارن و خوبه که بدونیم دیگه چه جوریه و مثلا این کلود دو هم که جدید اومده در موردش بیشتر بدونیم و بدونیم که کار کردش چجوریه در کل امیدوارم که این ویدیو هم براتون جالب بوده باشه و فعلا تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار